الرحمن الرحیم و بهین سعین و هو خیر و ممثق و معین ثم الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و المعصومین من الان الى قیام یوم الدین سیما بقیت الله فی العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. آیه شریفه مضمون و معناش اینه که این قرآن کریم مردم رو هدایت میکنه به راهی که سرپاس ایستاست، هیچ وقت پرچمش به زمین نمیفته، ثابت و استواره. به چنین راهی قرآن کریم انسانها رو دعوت میکنه و عرض شد سر ایستایی و استواریش چیست. چون گفتیم این راه دو طرف داره، یه طرفش ما هستیم انسانها، طرف دیگریش هم خالق و آفریدگار انسانها، هم خدا در خداوندیش دائمی و ثابته و هم ما در مخلوق بودن و آفریده بودن دائم و ثابتیم. دو طرف ثابت و سرپا راهی هم که از ما به طرف خدا کشیده شده، اونم به اعتبار دو طرف ثابت همیشه ثابته. اون راه هم برای شد راه تکوینی نباشه و تشریعی باشه، عبارت از فرمان از خدا و اطاعت فرمان هم از ما. این همیشه گیست، این قابل تغییر نیست اصلا، چون خدا همیشه خدا حق فرماندهی داره، ما هم همیشه آفریدیم، سر سفره نعمتهای پروردگار متعال استفاده میکنیم، همیشه باید گوش به حرف بدیم. لذا دیدیم صراط مستقیم رو خود پروردگار متعال در قرآن کریم تفسیر فرمود به اطاعت فرمان خدا، ان اعبدونی هذا صراط المستقیم. ای انسان ها در برابر فرمان من خدا بطیع باشید، این است صراط مستقیم. صراط مستقیمی که با روزی 10 بار واجب از خدا بخواهیم ضمن خوندن سوره حمد، عبارت از همینه، فرمان از خدا، اطاعت فرمان از ما. چون اگر اختیار فرمان رو به خود ما میداد خدا، کار خراب میشه، چون ما وضعمون خوب نیست، خیلی از پشت دیوار خبر نداریم، از درون خودمون با خبر نیستیم. اما خدای متعال چون همه موجودات خلق کرده، از همه پیچ مهرهاش با خبره، میدونه این انسانی که با این خصوصیت خدا ساخته بردش چقدره، برده فکری، برده عقلی چقدره، میتونه برای خودش یه راه زندگی انسانی پیدا بکنه یا نه. خدا از اول دید کار انسان نیست، اگه دست خودش بدیش کار میکنه، مثل قلبیاش میکنه، یه چیزی جز خوردن و از خودم در آوردن اینا چیزی دیگه نیست دیگه، نه اون زندگی حیوانیه. بله،
لذا پروردگار متعال از اول که پیغمبر برای هدایت مردم تربیت کرد که حضرت آدم بود، این راه و برنامه زندگی رو خودش تنظیم کرد با علم حکمت خودش، داد دست پیغمبر گفت برو مردم ابلاغ کن، بگو چون شما انسانید زندگیتون باید اینگونه باشه. از همون زمان تا حالا راه همینه، عوض نشده، تا آخرم همین خواهد بود. این راه رو به دست ما نمیشه سپرد، از عهده ما بر نمیاد. اگر بر میمد قرنهاست بشر رفته دنبال علم اما نتونسته راهی مناسب با انسانیت انسان تنظیم کنه، همون راه خوردن و درآوردن و اینا رو منطقه به شکل امروزی با استفاده از علم، قضاش اونجوری، ساختمانش اونجوری، لباس اونجوری، از علم استفاده همین زندگی مادی و آزادی در عمل و سایر مسائلی که نه خدا راضیش و نه عقل اجازه میده تو این ورطه افتاده. بنابراین امتحان داد انسان که از عهده تنظیم راه هدایت و زندگی انسانی من انسان برنمیام. این ثابت کرد. امروز داریم میبینیم به وضوح این هم علم پیشرفت کرده. تازه انسان ها چجوری هست؟ اونایی که هدایت خدا را نپذیرفتن گفتن خودمون بلدیم چی کار دارن میکنن. بله. بنابراین عمل خدا امروز به اثبات رسیده که خدا خوب فهمیده که اختیار هدایت رو به دست ما نداد، از عهده ما برنمیاد. ما میتونیم دنبال علم بریم، میتونیم اختراع در مادیات در طبیعت بکنیم، اما اون راه رو ما نمیتونیم برای خودمون اختیار کنیم، انتخاب کنیم، عوضی میریم، جوری دیگرش میکنیم. امروز اینجوری شده دیگه، غربی ها میگن نه خدا هست و نه دین، ما این میخوام زندگی کنیم، اینجوری درست کردن، ما این میخوام زندگی کنیم، آزاد هر کاری دلمون خواست انجام بدیم، مادامی که به آزادی دیگران لطمه نزنیم. برابر فرد آزاده، هیچ قید و بندی نباید داشته باشه، اینه همونهایی که در جنگل زندگی میکنه، اونو آزاده دیگه، هر کاری خواست بکنه. منتها اگر بعضی از کارا اون نمیتونه بکنه، قدرتش کفایت نمیکنه. ولی اگر میتونست به اندازه قدرتش آزادی عمل داشت. انسان بخواد مثل او آزاد بشه و وقت اینو چیکار کنیم؟ این عقل و فکری که خدا داده این یه چیزایی داره، این همینجوری که نیم بده، یه اقتضاعاتی داره، یه لوازمی داره، در برابر این خدا یه چیزایی از ما خواسته. برای زندگی مادی این لازم نیست. حیونا بهتر از ما زندگی مادی میکنن، بیشتر میخورن، بیشتر عمر میکنن، جوریه دیگه. این تنها کارش همون ادامه زندگی مادی نیست، مسائلی دیگه زیر سر اینه که باید ما اون مسائل رو با داشتن این تحقق ببخشیم. برابر این خود خدا راه رو اینجوری معین کرد، فرمان از من خدا، چون علم حکمت هم بی پایانه، اطاعت فرمانم از شما. خدا هم دو دست فرمان صادر کرده، یه چیزایی رو واجب کرده باید ما انجام بدیم، یه چیزایی رو تحریم کرده گفته حق نداری انجام بدی، خطرناکه. این دوتا فرمان خداست، از همه انسان ها این دو رو خواسته، ما بقیه هم آزاد گذاشته. در این دوتا آزادی نیست، دزدی کردن آزاد نیستیم، ظلم کردن، ستم کردن، حق کشی آزاد نیستیم، تجاوز آزاد نیستیم. اینا به هیچ وجه آزادی عمل در این ناحیه وجود نداره، چون خطرناکه. اما غیر از این واجب و حرام بشر آزاده، خدا به انسان آزادی داده، اما در غیر انجام واجب و ترک حرام، این دوتا خطرناکه. این دوتا باعث میشه انسان تبدیل میشه به حیوانات جنگلی، از انسانیت ساقط میشه. برابر این دوتا رو حتما خدا از ما خواسته. کلید ورود به صراط مستقیم هم همین دوتاست. اگر این دوتا رو ما انجام دادیم در صراط مستقیم داریم زندگی میکنیم، اما اگر این دوتا رو انجام ندادیم بیرون راه هستیم، آثار راه ظاهر نمیشه در ما. این مسئله بسیار بسیار مهمی است که خدا روش تکیه کرده، انجام واجب ترک حرام. برای خاطر این که این پرچم هیچ وقت زمین نیفته، در جامعه برد طرف راز برف راز باشه، ست بازوی توانمند به این کلید خدا مرحمت کرده
یعنی به انجام واجب و ترک حرام که در قرآن کریم اسم جامعش تقواست. در قرآن وقتی تقوا میگه منظور همینه، واجب و انجام بده، حرام و ترک. برای خاطر اینکه پرچم تقوا همیشه برافراشته باشه، سه تا بازوی توانمند پروردگار متعال به این تقوا داده که همیشه تقوا در جامعه وجود داشته باشه. یک، امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر خاصیتش اینه اگر ما در مسیری داریم میریم، دیدیم یه نفر داره دروغ میگه، یه نفر داره سری کسی میزنه، اینجا موظفی با زبان نهی از منکر کنیم. آقا کار حرام چرا؟ حق نداریم. بگیم بریم. دومی هم آمدید اونم بگه بری. سومی هم آمدید اونم بگه بره، اثر میکنه. این باعث میشه کسی واجب و ترک نکنه، کسی مرتکب حرام نشه. این یکی از بازوهای توانمند و همان در برابر این یک بازو مسئولن با شرایطش. دوم، پاره از کارهای حرام با نهی از منکر درست نمیشه، خطرش زیاده، جامعه رو زیادتر و زودتر به فساد میکشونه. اونجا اضافه بر زبان شلاق هم گذاشته، گفت اگر کسی مرتکب این حرام شد با زبان درست نمیشه، باید بخوابونی صد ضربه شلاق مش بزنی تا بفهمی این کار در جامعه انسانی نباید انجام بگیره. دو، سوم، گاهی شلاق هم درستش نمی کنه دیگه، چوبه دار زده اسلام. برای خاطر این که مردم حواسشون جمع باشه در جامعه مرتکب این دوتا نشن، واجبی رو ترک نکنن، حرامی رو مرتکب نشن. ولی اگر این سه تا نباشه، طبع انسان ها آزادیه، دلش میخواد هر کاری بکنه، اون میخواد دزدی کنه، اون میخواد سر مردم بزنه، اون میخواد چاله واسه اون بکنه. نفس اماره اینجوریست قبل از تربیت. برابری فساد انگیزه، خدا محدودش کرده، گفته حق ندیم این دوتا رو اونطوری که من میگم باید انجام بدیم و مخالفت نکنیم. این سه تا باعث میشه که پرچم تقوا در جامعه همیشه برافراشته باشه، همیشه مردم مواظب باشن، حرام رو مرتکب نشن، واجبی رو ترک نکنن. چون راه اینه دیگه، راه انسان اینه. خدا بابقی رو آزاد گذاشته، ولی دوتا رو حتما خواسته، دوتا خطرناکه. بله، اگر انسان واجبات انجام نده ایمانش تکامل پیدا نمی کنه. ایمان که آمد پایین، نفرماره سلطنت میکنه، فرمان میده و دنیا رو به خاک خون میکشه. واجبات از این جهت باید انجام بگیره، باید نماز بخونیم، باید روزه بگیریم، حج باید بریم. واجباتی که خدا گفته حتما باید انجام بدیم، چون خیلی آثار مفید و مثبت و اصلاح در جامعه داره. دیدیم اگر ما وارد صراط مستقیم شدیم با بکار بستن تقوا، اون سطح اصلاح فورا پیاده میشه. اصلاح جامعه، اصلاح اعمال فرد، اصلاح صفات بد انسان. این سطح اصلاح بلافاصله پشت سر انجام واجبات و ترک محرمات و یا بکار بستن تقوا پیاده میشه. خدا هم میخواد این سطح اصلاح بشه. اگر اصلاح نشه، دنیا به فساد مبتلا بشه و خطر جانی و مالی و همه چی هست. برابری راهی که پروردگار متعال در قرآن کریم مردم رو دعوت به اون راه میکنه اینه. من حرفایی زدم، باید گوش بدی به اون حرفا. خدا گفته واجبه انجام بده، حرام و ترک کلیست. شما میکاری میتونی بکنی، منم میتونم، تمام افراد جزئی هم میکاری میتونی بکنی. یعنی چه کلی گویی؟ خدا جزئی نمیتونه بگه به عدد هر فردی از انسان ها یه حرف بزن، این شدنیه. برابر این غلطه. خدا کلی گفته، قانون قاعده تحویل داده، تمام افراد میتونن این قانون عمل کنه، میشه جزئی. برابر این حرف درست نیست، باید کلی گفت، چون اگر مخاطب یه نفر باشه باید جزئی گفت. اما وقتی با تمام بشر طرف انسان، نمیتونه به عدد افراد حرف بزنه، که باید کلی بگه. کلی افراد به خودشون نسبت میدن، هر فردی مسئول میشه، اون فرمان عمل کنه، میشه جزئی. بنابراین حرف خدا کلیست و کافی هم هست، لازم نیست جزئی بگه جزئی بگه، یه میلیون جلد میشه قرآن کریم. وقتی خدا کلی گفت، بت‌پرست بودن همه، تو راه نبود کسی. همین کلی رو افراد تک تکشون به کار بستن، شدن مسلمان و مؤمن. بنابراین قاعده کلی و قانون کلی قابل پیاده شدن به تمام افراد انسان هاست. همه میفهمن خدا
از تک تک افراد اینه خواسته انجام بده موفق بشه، انجام داده محروم میشه. بنابراین ما موظفیم واجب و حرام یاد بگیریم. واجب و حرام تو رساله است، از این از اون نمیشه یاد گرفت. هر کسی که وظیفه شرعی شماست از او تقلید کنی، از او باید یاد بگیری، نه از هر دهنی. بنابراین خیلی روشن و واضحه، سعی کنی یه عالم عادل پیدا کنی، احکام را از یاد بگیری، واجب و حرام را از یاد بگیری. اگرم تو رسالش بعضی از احکام واجب و حرام رو نداره، باید از او استفتا کنید، با فتوایی و عمل کنید. همه دین قابل اکراه و اجبار نیست، یا پاره دین. همه دین قابل اکراه و اجبار هست. من میگه آقا نماز بخونی میکشم، چیکار باید بکنم؟ اکراه دیگه، بخونم میفهم میکشه، درستی؟ بنابراین همه دین قابل اکراه و اجبار اینجور نیست که نباشه. یه سری چیزایی که بیرون طرف میبینه قابل اکراهه. میبینه من نماز بخونم، میبینه من رو طرف قبله میکنم، اینایی که دیدنیست و با اون قوای پنجگانه قابل درکه، این قابل اکراهه. و من بگیر کارو نکن بکنی میکشم، اگر انجام بدم میبینه. یه چیزایی از این دیدنی نیست، این قابل اکراه نیست. به من میگه بو خدا نیست، منم میگم خدا نیست، اما دلم خبر نداره که معتقدم خدا هست. اونی نمیبینه، لذا من میگم خدا نیست، ولی در واقع قبول دارم خدا هست، اونم منی نمیکشه، وظیفه من انجام دادم، سر جان قبول دارم خدا رو. بنابراین اونی که قابل اکراه نیست، عقاید و باورهای قلبی ماست که طرف نمیتونه ببینه. اگه او بگه بو خدا نیست، منم گفتم نمیفهمه تو دلم هم همینه یا برخلاف اینه. و عمار یاسر بت‌پرستا گفتن باید بگی مثلا خدا نیست، پیغمبرکم پیغمبر نیست، و اینا میکشیمید. پدر و مادرش نگفتن، کشته شدن. عمار یاسر گفت، اما قلبش سر جاش بود. خدا یه آیه نازل کرد که اگر کسی کلمه کفر رو به زبان بگه اما قلبش مطمئن باشه به ایمان، طوری نیست. آمد مثل پیغمبرکم گریه کنان، هر شد یا رسول همچه غلطی کردم من، فرمود بازم گفتن بازم بکن. این با دلت کار نداره، با زبونت کار داره. دل محکم باشه، زبون ابن نادر هرچی باید بهش بده. بنابراین لا اکراه فی الدین منظور از دین پاره از عقاید و باورهای الهی و اسلامیه که قابل اکراه نیست. نمیبینه تا بگه آقا این کاری کردی میکشم بید. اما اونایی که حرکات ظاهری میبینه، اونجا اکراه هست. میگه نماز بخونی میکشم، اگه بخونم میبینه. اما باورها رو چون نمیبینه، من میتونم باورم داشته باشم، به زبان برخلاف حرف بزنم. بنابراین لا اکراه به دین یعنی این باورهای دینی قابل اکراه نیست. تو دل من قبول دارم، به زبان میگم نه، طوری نیست. اینجور نیست که ولله پیغمبر اسلام چرا بت پرست رو مسلمون کرد؟ اینجوریه دیگه. بنابراین خدا راضی نیست انسانی که با این همه پیچ و مهره خلقش کرده، عقل و فکر و هوش بهش داده که اینجور داره دنیا رو عوض کرده، این بت پرست و خرافه پرست بمونه. خدا راضی نیست. خدا پیغمبر میفرسته میگه همه اینا رو دعوت کن به پرستش خدا و واقعیت ها. غلطه ما بگیم دست به ترکیب احدی نزنه، هر کی هر کاری میخواد بکنه بکنه، درست نیست این. بنابراین منظور از لا اکراه فی الدین پاره ای از مسائل دینی که عبارت از عقاید و باورهای قلبی است که کسی اونو نمیبینه تا بگه آقا زبونت گفت نه، مقلد دلت میگه آره بکشه. دل نمیبینه، زبان میبینه. تو به زبان بگو اما دل سر جای خودش باشه، اون قابل اکراه نیست. همه افراد که عرب نیستن، زبان ها 6000 زبان روی زمین رایجه. خدا نمیشد که به 6000 زبان بگه که پیامبر اکرم عرب بود، تو عربا مبعوث شد، باید قرآن به زبان اونا نازل میشد، اینا میفهمیدن، بعد منتقل به نسل های بعد میشد. لذا فروردگار متعال به زبان عربی گفته اونا که عرب هم میفهمن، اونا هم که نمیفهمن، عرب فهما براشون عرض کنم ترجمه میکنن، مقصود خدا رو میگن، این اسمش تفسیره. اون تا بعد به تدریج بعد از زمان نزول قرآن علم آمد تو جامعه اسلامی و هر کسی از هر علمی بهره مند بود به مناسبت تفسیر آورد، تفسیر زیاد شد،
اما اون که خدا گفته خیلی ساده و کم حجم بله. انشاءالله دیگه امیدواریم فروردگار متعال به همه ما توفیق برحمت کنه بتونیم به هم اونی که خدا گفته بفهمیم و طبق فهمیدمون هم عمل کنیم انشاءالله. هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگار